سلاتین سلام، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخواییم بریم سراغ انجام یه اچیومنت حرفه‌ای، اچیومنتی که 10 تا کارت طلای جایزه داره و 80 تا هم امتیاز اچیومنت پوینت به ما میده. داستان اچیومنت پوینت رو که میدونید چه بچه، هرچی بیشتر جمع کنید اچیومنت هایی که قفلن واسه تون باز میشه و میتونید انجامش بدید و جوایز خفنی به دست بیارید. اسم این اچیومنت ما اندیفیتد لژنده که بچه 150 تا مدال کریتیو کمبت یا همون چیکن کریتیو کمبت از ما میخواد. بهتون میگم داستانش چیه و باید چیکار کرد. فقط اینو بدونید که بچه برای انجام این اچیومنت باید از هوش و آیکیو و صبرتون کمک بگیرید، نه اینکه از رفلکس و سرعت و موومنت و این داستاناتون. حتما بچه این اچیومنت هم انجام بدید، ارزشش رو داره. جدا از کارت طلایش 80 تا اچیومنت پوینت هم به ما میده که اول آخرش آقا باید انجامش بدید. لایک های خوشگلتون رو بچه حتما بزنید، جدید هستی سابیاتون نره و خوشحال میشم که نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید و انرژی بدید. دمتون گرم. خب بچه ها، اول از همه بهتون پیشنهاد میکنم که تو بخش رنگ بازیتون رو روی سولو بذارید و تنها این اچیومنت رو انجام بدید، چون اگه با تیم میت یا اسکواد بخواید انجام بدید دهنتون سرویس میشه. اگه تیم میت یا اسکوادتون ناک بشه واقعا خیلی این اچیومنت واسهتون سخت میشه. روی سولو بذارید و بعدش نوسا رو انتخاب کنید. نوسا بچه واقعا واسه اچیومنت ها سلطان مپ هاست، چون زیاد وقتتون رو نمیگیره و 10 دقیقه یا نهایت 15 دقیقه مپ کلن یا مچ تموم میشه و خیلی سریع میتونید اچیومنت ها رو با سرعت بیشتری انجام بدید و تکمیل کنید. بیاید اول از همه بچه‌ها یه جای پرت لند کنید، جایی که از خط هواپیما دوره. وقتی لند کردید یه اسکوپ بردارید به همراه نیت، تا جایی که میتونید بچه نیت بردارید. نیت واقعا کمکتون میکنه. همونطور که گفتم بچه‌ها نیاز به درگیری و این داستانا نداریم. چیزی که میخوایم بچه‌ها آی کیو، هوش و صبر کردن. خودتون رو بچه‌ها تا جایی که میتونید سیو نگه دارید و با هیچکی درگیر نشید. زون رو دنبال کنید و جاهای مثلا کاوردار یا جاهایی که فکر میکنید انمی شما رو نمیبینه کاور بگیرید. بذارید انمی‌ها خودشون همدیگه رو بزنن و شانس شما هی بالاتر و بالاتر بره. اینجا ببینید دو نفر آخر رفتن با هم دیگه درگیر شدن و یکیش اونیکیو زد. منم نیدو برداشتم انداختم و کلی دمیج خورد و بچا رفتم سراغش و به راحتی زدمش. یعنی نیاز نیست بچا بخواید انمی‌های زیادی رو بزنید. خودتون فقط سیو نگه دارید که شانستون بره بالا و فقط با انمی آخر بچه ها درگیر بشید. خب بچه ها الان ما اول شدیم، داستان چه؟ وقتی که اول شدید دوباره مپ نوسا رو پلی کنید و همین تاکتیک که گفتم رو استفاده کنید تا اول بشید. بچه ها حتما ما باید اول بشیم. واسه چی میگم از این تاکتیک استفاده کنید؟ چون اگه بخواید راش کنید با پلی را درگیر بشید و بزن داشته باشید، شانستون واسه اول شدن خب قطعا میاد پایین‌تر. و بچه ها اگه یه بار ببازید این اچیومنت و این الگوی ما خراب میشه و دوباره باید از اول شروع کنید. این اچیومنت در واقع بچه از ما یه الگو زنجیره میخواد که باید پیش ببریمش. الگوش هم اینه که میگه آقا پشت سر هم شما باید اول بشید. ببینید الگو زنجیره از کجا شکل میگیره. الگو زنجیره بچه از مچ سوم، وقتی شما دو مچ بازی کردید مچ سوم و اول شدید، تازه یه دونه عدد به اچیومنت ما اضافه میشه و مچ چهارم هم اول بشید عدد همینجوری میره بالا. پس ما باید یه زنجیره شکل بدیم با سه مچ و بعدش همونو انجام بدیم و ببریمش بالا تا اول بشیم. بچه حتما انجام بدید، سخت نگیرید، واقعا راحته، فقط نیاز به یه مقدار وقت داره. مرسی که تا اینجا همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب و فراموش نکنید. مرسی.